یو حاجی تونز گیزر از بک چطوریم بچه؟ امیدوارم در حال عشق کردن باشیم. این دفعه ریاکشن نداریم، داستان فرق میکنه. امروز اومدم من براتون کامنت های هیتو بخونم، کامنت های هیترا، اونایی که بدشون میاد، اونایی که زورشون میاد، اونایی که هرسیان. آره خلاصه اومدم اینجور کامنت ها رو بخونم چون که بیشتر دوست دارم مثلا یه مدل ویدیوهایی بسازم که طنز توش بیشتر باشه. حس میکنم خیلی بیشتر خوش میگذره، حالا هم به خودم هم به شما. تو ریاکشن هم میگی میخندیم آره، ولی خب یه موزیک توشه و بعد موزیک گوش کنی، استو بزنی، حرف بزنی، یه سری جا مثلا به طنزی پیاده کنی. ولی اینجور ویدیو نه، اینجور ویدیو اول تا آخرش اصلا آدم سرگرم میشه. من حرف اضافه نمیزنم بچه‌ها. قبل از اینکه بریم سراغ کامنت ها بچه، اگه دوست دارید ویدیو بیشتری از من ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله منگوله هم روشن کنید، سوشال مدیا هم براتون میذارم، اونجا حتما منو فالو کنید، دوره هم عشق کنیم. و اینکه بریم ببینیم هیترا برامون چی درست کردن. نمیگیم پختن، انقدر میگیم چی درست کردن. بگو بیان، اصلا با همشون با هم بیان، خبری نی، بگو بیان. به به آقای آقای بی‌طرف، باید صدات بزنی ملتفتی بی‌طرف. بچه به خدا من بی‌طرفم، دلیل نمیشه یه رپری از یه رپر دیگه قوی تره میانی سر من خالی میکنی. واقعا من بی‌طرفم آقا، چرا ناراحتید؟ چرا واقعا چرا ناراحتی؟ هر سر من خالی میکنی واقعا من نمیدونم. تو که آهنگ سیاسی دوست نداشتی پس اینا رو گوش نده. این دیگه خیلی عصبانیه، این دیگه خیلی ناراحته. دیگه خودتون اون بازی کیری ریاکشن نرید. تو یه آدم حریصی پس کوچک، ولی تخم منم نیستی. حدیثی از پوتک، 10 سال دیگه انه پوتکم نمیشی، برو بابا. این زیر ویدیو ریاکشن من به آهنگ پوتک به تتلو بود و ملت چرا من کسخور شدم. فلو بازی خفن هیدن رو نمیبینی؟ میگی خود هیدن ببینه خندش میگیره. چقدر هیتری آخه، خیلی بده. نه از گروهی که بدت میاد ریاکت بری. آره فشار نیار به خودت. کسشه یعنی یه سری کامنت ها فقط کسشهر خالصه، یعنی درک نمی کنم، نمی فهمم. یه سری هستن نفهمن واقعا یارو نفهمه، یعنی بهش بگی نفهم بهش فوش نمیده، یه صفت داری بهش میگی نفهم، یارو واقعا نفهمه. پشمو میریزه، من اینا رو میخورم پشمو میریزه واقعا. حرکت دست پارسالی پا اشتباه نشون دادی، ریدی، یعنی فرض نمیدونم، این خیلی بهش میخوره. اصلا یه سری کامنت ها رو فکر میکنم اصلا یه بچه، به خدا بچه 8 ساله هم اینا رو نمیدونسه. حرکت دست پارسالی پا اشتباه نشون دادی، ریدی. ببخشید حرکت دست طرف رو بلد نیستم و اون نفهمه بود بچه ها، گفتم این رو اینم صدق میکنه، اینم یادتون باشه. حاجی تازگی ها تعداد پاس کردن ها 100 بار در ثانیه شده. خب ریاکشن دیگه طبیعی، آدم اسم بود. کامنت بعد، عمو جان شما ریاکت به مهراب بری بهتره، آخه حالیت نمیشه حسین چی بگه. نه تنها من مهراب نگاییدم، بلکه تو هم نگاییدم آجی. کامنت بعد، با اطلاع بیا ریاکت برو، اطلاع نداری مجبور ویدیو بذاری. آقا اینو خدا رو شکر که همچین کامنتی اومد. آقا ریاکشن به منظور این نیست که مثلا تو بیای بشینی 1 ساعت بررسی کنی بگی اینجوش اینو گفت. میتونی اون کارم بکنی، اصلا هر کاری بکنی درسته. ریاکشن یعنی واکنش طرف، احساس طرف اون نسبت به اون اتفاقی که داره میفته. اون اتفاق میتونه فیلم باشه، میتونه موزیک باشه، میتونه دعوا، میتونه هر چیزی باشه. تو احساستو داری نشون میدی. ریاکشن معنیش تو زبان فارسی یعنی واکنش، داری واکنش نشون میدی. من هنوز پشمام میریزه، خیلی ها اینو نمیفهمن. اون نفهمه بود که گفتم بهتون بچه، برای اینم صدق میکنه، بریم بعدی ببینیم چه خبر. چقدر چه ریاکت کردی؟ خالی کردن پشت صادق چه شعری بود گفتی؟ پشت وقت بدت میاد گون میخوری میشینی ویدیو منو ببینی. بعد چرا تست میکنم خیلی دارم فوش میدم، ولی این فوش اصلا جدی نیست، همش جنبه طنز داره. ناخیلی تست میکنم یه سری مخاطبای بچه سالم دارم که زشته مثلا بخوام فوش بدم اینا، ولی
تکرار نمیشه سعی میکنم جلو خودم بگیرم. داداش ریدی معلوم بود طرفدار فدایی هستی ها. بابا حسین خیلی تیکه انداخت، تو نمیفهمیدی متوجه، تو نفهمیدی متوجه بعضی چیزا نیستی، ریاکشن نرو. اوسکول سی دوز اوسکول ریاکشن نرو اوسکول. چشم فقط به خاطر اینکه تو گفتی منتظر بودم. مرسی از نظرت مشتی، مرسی از نظرت. جالب شما ها تو همه ویدیوهاتون میگین من بی‌طرفم، اصلا معلومه بی‌طرف بودنت. من تتلیتی ام ولی نگو تو ویدیوهات. چرا دوبار نوشته؟ من تتلیتی ام ولی نگو تو ویدیوهات، نگو بی‌طرفم. ریاکت دوباره 90% تیکه ها رو نفهمیدی. ریدی I am not heater. ناموسن مرسی که هیتر که نه، ولی با هیتر که هستی، هیتر واقعا هستی، ولی پشمان هیتر پشمان مگه مجبوری آخه؟ مگه مجبوری برادر من؟ وضو حسین بهتر بود که چاقال خواهیم ول نکن. خیلی زایه است حتی از اکتهات که طرفدار فدایی هستی، باید این حالت رو توی ریاکت نشون ندی دیگه. نامردیه طرف ترک به این قشنگی داده، شما میای همش تخریب میکنی. همین شما، ما هنوز نظر خودمون رو نمیتونیم داشته باشیم، مردم فکر میکنن ما هنوز نظر خودمون هم نمیتونیم داشته باشیم. به نظرم اینو پاک کن برو یه هفته بخواب، ریاکت بچه ها نگاه کن، بعد بیا ریاکت برو تر زدی مامان. چشم منتظر بودم تو بگی ریدی که اسکول قبلا رفته بودی تکس آهنگو سرچ بده بودی پشمان، قبلا رفته بودی تکس آهنگو سرچ بده بودی پلش، خاک تو سر بده بودی پلش خفش. والا به کیر آرتیست هم نیست تو چی فکر میکنی، یکم دیگه دقت کنی میفهمی داستانو. حس میکنم اینا اینجوری مثلا رو در رو بگه اینجوریه. والا به کیر آرتیست هم نیست تو چی فکر میکنی، یکم دیگه دقت کنی میفهمی داستانو. داش آجلا بچه ها راست میگی، آجلا بچه کسشت مگو بیا پایین. کامت برد ریدی بابا با نظرت، آخه دیگه از این قوی تر کله. سیکتی کامت برد ارفاکانه لهرب کرلب فکوران فاکازانه بکو تو تو کمپاره تو کرم تو تا پاره شده اینو ماما میا بیزاریه. منم بلدم. بچه امیدوارم لذت برده باشید، نظراتتون حتما برام بذارید. اگه دوست دارید این تایپ ویدیو رو بیشتر بسازم حتما بهم بگیم، چون خودم هم واقعا علاقه دارم، خیلی دوست دارم بگیم بخندیم و اینجور داستانا. و اینکه اگه دوست دارید قسمت‌های دیگه ای هم از این خوندن کامنت های هیتر رو داشته باشیم یا نه، اینو من همینجوری امتحانی رفتم گفتم یه مدل ویدیوی متفاوت درست کنم اینجور داستانا که یکم جو عوض شه، یکم چنل از یک نواختی در بیاد، بیشتر بخندیم بیشتر عشق کنیم. و بازم میگم نظراتتون برام مهمه، نه حتما نظراتتون رو بذارید، همه کامنت ها رو میخونم حتما، و اگه نقدی چیزی بود یا کلا هر نظر ایده خفنی بود کلا میگیرم. و دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگه دوست دارید ویدیو بیشتری از من ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله منگوله رو روشن کنید، سوشال میدیا هم براتون میذارم، اگه دوست داشتید اونجا من فالو کنید، دورم عشق کنید، لذت ببرید، بگو بیا نشید تا ریاکشن بعدی. پیس آوت.